شانزدهمین روز بهمن ماه برابر با 5 فوریه، سال 1259 خورشیدی برابر با 1881 میلادی، درگذشت توماس کارلایل، نویسنده و متفکر انگلیسی که در اسکاتلند متولد شد و ضمن تحصیل به فراگیری زبان آلمانی پرداخت و به نظرات فلاسفه و اندیشمندان آلمانی علاقه‌مند گردید، به طوری که آثاری نیز از گوته، نویسنده بزرگ آلمانی، به زبان انگلیسی ترجمه نمود. وی طی سالهای بعد آثار متعدد دیگری انتشار داد و به شهرت دست یافت. وی در کتاب خود با عنوان چارتیسم ضمن تشریح اوضاع بسیار دشوار زندگی طبقه کارگر انگلیس با شهامت تمام، طبقه ثروتمند و مرفه و بی‌اعتنایی‌شان به طبقه فقیر را مورد سرزنش قرار داد. کارلایل بر این عقیده بود که کارگران نباید به عنوان ابزار کار به شمار آیند، بلکه آنها چون توانایی‌های خود را در راه تولید به کار می‌گیرند، باید از بهره کار و صنعت خود سود ببرند. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، انتخاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت انقلاب اسلامی در پی جلسه اعضای شورای انقلاب به پیشنهاد اعضا و موافقت آیت الله سید روح الله خمینی، مهندس مهدی بازرگان رهبر ملیگرایان و نهضت آزادی به ریاست دولت موقت انقلاب اسلامی انتخاب شد و مأمور تشکیل کابینه گردید. آیت الله خمینی در حکم انتصاب مهندس بازرگان تصریح نموده بود که اعضای دولت موقت باید بدون در نظر گرفتن وابستگی حزبی برای اداره امور انقلاب انتخاب شوند. در حدود 9 ماه بعد، چون سیاست هیئت دولت موقت در چندین مسئله از قبیل تأکید بر کلمه جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی، پاکسازی و جایگزینی افراد و برخورد با اشخاصی که در حکومت پیشین سمتی داشتند و برخی سیاست‌های خارجی با دیدگاه‌های روحانیون به ویژه آیت الله خمینی منافات داشت، اختلاف میان ما بین دولت و روحانیون بالا گرفت تا اینکه دولت موقت پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران به صورت دست جمعی استعفا دادند. سال 1372 خورشیدی برابر با 1994 میلادی، درگذشت علی اکبر کسمایی، مترجم و نویسنده ایرانی که در تهران متولد شد و پس از اخذ لیسانس در رشته معقول و منقول برای ادامه تحصیل در روزنامه نگاری به مصر رفت. این سفر فرصتی بود تا با استادان نامدار مصری مثل ته حسین، توفیق الحکیم و عباس العقاد آشنا شود و هم در زبان و ادب عرب تبحر و مهارت یابد. کسمایی پس از بازگشت به ایران در زمینه‌های روزنامه‌نگاری و روابط عمومی به کار پرداخت و مدتی سردبیر برخی مجلات شد. او به همکاری با روزنامه اطلاعات پرداخت و 50 سال با این روزنامه همکاری نمود. کسمایی به زبان‌های فرانسوی، انگلیسی و عربی تسلط داشت و علاوه بر کتاب‌هایی که تألیف کرده بود، چند کتاب از این زبان‌ها به فارسی برگردانده که گل‌های وحشی و احوال آثار فرانکلین از آن جمله‌اند.